منظور این نیست که محاوره می کرد، منظور این بود که شعور حاکم بر هر بسیار طبیعت رو این می فهمید، به فهمش نائل شد و اینو تونست که مثلا درکش بکنه. منظور درک وحدت هستی است که در مورد فرزند حضرت یوسف خواندن زبان اطلاعات و آگاهی، چون دوباره این هم خودش یه بحثی داره، بعضی موقع اطلاعات و آگاهی به زبان محاوره ما نیست و زبانهای مختلفی برای ممکن ما برخورد بکنیم که اطلاعاتی که میاد به یک زبان دیگری است. دقت میکنید به یک زبان دیگری است و حالا در چیز هم هست که در انجیل هم هست که روز پنتیکاست به زبانها صحبت کردن. یه زبانی مثلا عجیب و غریب که ترجمه چیزی هم باز نداره، قابل ترجمه به اون صورت نیست، یه چیزی مثلا فرض کنید استراس روز در از روز سارا بریس، یه همچین چیزی تو این زمینه که هیچ کدوم از اینا قابل چیز نیست. اینو در اونجا بهش به عنوان زبان روح گفته میشه، اما ماجرا اینه که یک کلمه گفته میشه زبان روح، ولی در واقع ماجرا به این سادگی نیست و ما صد و سطوع زبانهای مختلف رو داریم که برای ترجمه به کار برده میشه. و بحث موسوب در خدمت عزیز بودیم که این سوالو داشت که این واژه پردازی رو چطوری دارید و همونجا این موضوع قابل توضیح حالا نبود به اون صورت، ولی گفتیم که اطلاعات میاد ولی دیگه ما ایم که میام میگیم که موجودات غیر ارگانیک، یعنی زور میزنیم که حالا ما این اطلاعات چجوری برسونیم. مثلا تشعشع دفاعی که اولا که نگفتن تشعشع دفاعی، اینه که ما الان میخوام بریم با هم چجوری رابطه برقرار کنیم اسمشو گذاشتیم تشعشع دفاعی. اصلا زبانی که میاد این زبان نیست، اطلاعاتی که میاد این نیست، اینجوری نیست، این باید بیاد ترجمه بشه. و به اصطلاح این سرکار خانم رزمه میگفتن که ما این تشعشع دفاعی رو به انگلیسی چی بگیم؟ خب اگه قرار باشه ترجمه ترت لفظی بکنیم دیفنس رادییشن مثلا فرض کنیم بگیم اصلا چی؟ نه تشعشع دفاعی که اینجوری که نمیشه. حالا به هر حال منظور اینه که ببینید حالا از یه زبان به زبان دیگه چقدر مشکل داره، چه برسه وقتی میخواد از بالا به پایین ترجمه بشه.